نام او مایه امید برای همه قوم‌ها خواهد بود. قربان نصیب من است، پس با رو امید خام است. مسیح در شما امید پرجلال است. عیسی امید زنده ماست. رها سه چیز باقی می‌ماند: ایمان، امید، محبت. سلام دوستان، من نادره هستم و از خانه امید به شما سلام عرض میکنیم. حتما برای همه ما پیش اومده که جایی از بدنمون زخمی شده و شاید سالها از اون زخم گذشته باشه ولی هنوز جاش مونده. ممکنه که دیگه درد نداشته باشه ولی رد پاش در بدن ما مونده. اما زخمهای قلبمون چطور؟ ممکنه که قابل دیدن نیستن ولی ممکنه که بعد از سالها هنوز دردش رو احساس میکنیم. عزیزان بیاین امروز با همدیگه به این خدای شفا دهنده بگیم که خداوند بیا و دل و قلب زخمی منو شفا بده. کلام خدا میگه از زخمهای او ما شفا یافتیم. او زخمی شد تا امروز من و شما زخمی نباشیم. سلام عزیزان، من انجی هستم و خوشحالم که از خانه امید میتونیم با شما صحبت کنم. از اتفاقهایی در بچگیم، من دو تا زخم روی پاهام دارم.
یکیش خیلی کمرنگه و دیدنش سخته. اون یکی کاملا واضحه. بزرگتره و وقتی به پام نگاه میکنم دیدنش راحته. اولیش زمانی که داشتم کنار دریا میدویدم ایجاد شد. روی زمین افتادم و با سنگ یا صدف مچ پام برید. مامانم منو پیش دکتر برد و پام 3 بخیه خورد. جراحت دوم در زمین بازی مدرسه‌ام اتفاق افتاد. من و دوستام توی صف روی پله‌ها نفر اول رو دنبال می‌کردیم که یهو یکی جلوی من وایستاد. اونو ندیدم، خوردم بهش و افتادم روی پله و ساق پام برید. این بریدگی عمیق‌تر از قبلی بود، ولی مامانم به جای اینکه منو پیش دکتر ببره، با دوستش که پرستار بود تماس گرفت و او گفت جلوی آفتاب بشینم تا زخمم خشک بشه. میتونی حدس بزنی کدوم بریدگی تا امروز مشخصه؟ اونیو که بخیه زده شد یا اونی که نه؟ به نظر من هیچ کس باور نمی کنه که زخم‌ها زیبا هستن. اونا به پوست صاف و یک دست آسیب میزنن. زخم‌ها رنج کشیدن رو نشون میدن و یادگاری‌های ماندگار از دردهامون هستن. زیبایی از نظر دنیا یعنی این که باید زخم‌هامون رو بپوشونیم یا با عمل جراحی پلاستیک اونها رو مخفی کنیم. بنابراین خیلی جالب هست که وقتی ما در حضور خداوندمون عیسی مسیح بریم، یادگاری‌هایی از رنج کشیدنش رو خواهیم دید، یعنی زخم‌هاش. بعد از مصلوب شدن بر صلیب و قیامش از مردگان، عیسی مسیح چند بار بر شاگردانش ظاهر شد و زخم‌های دست‌ها، پاها و پلوش رو بهشون نشون داد تا هویتش رو اثبات کنه. توما، یکی از شاگردانش که پیش اونها نبود، گفت من تا جای میخو را در دستش نمیبینم و تا انگشت خود را در جای میخو و دستم را در پلوش نگذارم باور نخواهم کرد. پس عیسی دوباره بر شاگردانش ظاهر شد و به توما گفت انگشت خود را به اینجا بیاور. دست های ما را ببین. دست خود را بر پلوان بگذار و دیگر بی ایمان نباش، بلکه ایمان داشته باش. این یادگاری از رنج کشیدن عیسی نه فقط برای این دنیا هست. کتاب مکاشفه باب 5 آیه 6 توضیح میده که جلوی تخت خدا بهره ذبح شده ایستاد. و از جای دیگه در کتاب مقدس می فهمیم که عیسی مسیح این بره هست. با اینکه نمیتونیم 100% مطمئن باشیم دقیقاً این چیزیه که خواهیم دید، این آیه با ظاهر شدن عیسی به شاگردانش نشون میده که زخم‌های عیسی تا ابد وجود خواهند داشت برای جلالش. یادگاری ابدی از زیباترین کار در تاریخ دنیا و قربانی خودش برای گناهانمون. خدا میتونه از زخم‌هامون برای جلال خودش استفاده کنه و باعث بشه که چیزهای زیبایی بشن. زخم داری؟ کجاست؟ پات؟ صورتت؟ قلبت؟ بخیه داری؟ جراحتت خوب شده یا هنوز نه؟ وقتی آسیب میبینیم کجا میریم؟ پیش دکتر میریم تا درمانش کنه؟ یا به جای دیگه میریم؟ یا خودمون سعی میکنیم تا آسیبمون رو مداوا کنیم؟ کدوم را بهتر بود برای جراحاتی که پاهم دید؟ برای زخم‌های قلبمون پیش خدا میریم یا با قدرت خودمون تلاش میکنیم تا درمانشون کنیم؟
واقعا نمیتونیم با قدرت خودمون شفا پیدا کنیم. این فقط از خالقمون، شفا دهندمون، پدر نیکومون میاد. به خاطر زخمات ناراحت نباش. خدا باعث میشه هر چیزی در زمان خودش زیبا بشه و کاری میکنه که هر چیزی در جهت نیکویی فرزندانش قرار بگیره. یک راهی که زخمامون زیباتر میشه اینه که ما میتونیم همدیگر رو دلداری بدیم. کتاب دوم کرینتیان باب 1:3-4 میگه که متبرک باد خدا پدر خداوند ما عیسی مسیح که پدر رحمت ها و خدای همه دلگرمی هاست که به ما در همه سختی هامون دلگرمی میبخشد تا ما نیز بتوانیم با آن دلگرمی که از او یافته ایم دیگران را که از سختی ها میگذارند دلگرم سازیم. تا حالا شده که تو زندگیت اتفاق به شدت سختی بیفته که حس کنی هیچ کس تو رو نمیفهمه یا نمیتونه دلداری بده به جز کسانی با تجربه مشابه؟ معمولا اینطور افراد میتونن بهتر همدیگر رو دلداری بدن. خدا رو شکر میکنم برای کسانی در زندگیم با تجربیات مثل من. راهی دیگه که زخممون زیباتر میشه اینه که جلال به خدا بدن. بعد از دیدن زخمهای عیسی مسیح توما گفت خداوند من و خدای من. برای توما زخمهای عیسی نشون دادن که او بر مرگ قدرت داره. به همین ترتیب وقتی دیگران جراحات بدنمون رو میبینن میفهمن که آسیب دیدیم، شفا یافتیم و امروز خوب هستیم. همینطور وقتی دیگران زخمهای قلبمون رو میبینن اگر ما شفا یافته باشیم توسط بخشیدن، محبت، دلداری و امثال اینها کار خدا نشون داده میشه چون فقط به واسطه روح و قدس اونها شفا پیدا میکنن. به واسطه شفای عیسی مسیح زخم‌ها در جسم یا درونمون چیزهای شرم‌آوری نیستن. هر کدوم سرگذشتی دارن. بعضی هاشون ماجرای جالبی دارن. بعضی غم‌انگیز، بعضی دردناک. ولی خدا نویسنده کتاب زندگیمونه و هدف و پایان این داستان رو میدونه. او داستانهای دردناک زندگی فرزندانش رو به داستانهای زیبا تبدیل میکنه. پر از فیض خدا، کمک خدا و پیروزی خدا. این بی‌نهایت زیباست.